سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. همونجور که میبینید بهرام براتون آوردم و نکشتمش، چون کاملا سالمه. کاملا سالمه، میتونه باشه براتون یه چرخ بزنی که ببینیدش. ولی خب به دلیل مشکلاتی که داریم بهرام نمیتونه بعضی وقتا بیاد و کنار ما بشینه و داستان رو گوش بده. بابت کامنت هایی که میذارید خیلی ممنونم، من میخونمشون، ولی این روزا ما خیلی سرمون شلوغه. پرونده ای که میخوایم امروز با هم بررسی کنیم، نه توش کسی به قتل رسیده نه کسی گم شده، ولی خب چیزی از پرونده های جنایی کم نداره. دقیقا، خب یه وقته ممکنه یه سری از آدم های کارهای سر همدیگه بیارن که ممکن حتی اونا کشته نشن، ولی ممکن آسیب‌های خیلی جدی و اثرات خیلی بدی روشون داشته باشه. آره دیگه، مرگ یه بار دیگه، طرف یه بار مثلا کشته میشه، یه بار آسیب می‌بینه، ولی ممکنه یه کسی هر روز مرگ رو به چشمش ببینه. دقیقاً مثل اتفاقی که توی این پرونده افتاده. بریم این داستان جنجالی رو با هم شروع کنیم. در تابستان سال 1984 توی یه شهر کوچیک توی کشور اتریش یه خبری داشت بین مردم دهن به دهن میچرخید. اون هم این که دختر 18 ساله خانواده فریتزل یعنی الیزابت یک ناپدید شده. که به آلمانی هم میشه فریتزل. 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 خلاصه بگذاریم، این خبر داشت بین همه مردم دهن به دهن میچرخید و خیلی عجیب بود که این دختر یک ناپدید شده. و چون هفته ها داشت از این مسئله میگذشت، خانواده واقعا ناراحت بودن، استرس داشتن. مادر الیزابت همش میرفت اداره پلیس، التماس میکرد، میگفت تو رو خدا دخترم رو پیدا کنین. پدر الیزابت یعنی آقای جوزف همراه با دوستان آشنانش میرفتن اطراف شهر رو میگشتن، توی جنگلا رو میگشتن به امید اینکه حداقل بتونن جنازش رو پیدا کنن، ولی هیچ خبری از الیزابت نبود و انگار این دختر آب شده بود، رفته بود توی زمین. حتی دوستاش هم ازش خبری نداشتن، تا اینکه یه نامه از ناکجا آباد اومد رسید در خونه خانواده الیزابت. نام از طرف کی بود؟ از طرف الیزابت بود. نامرم جوزف پدر الیزابت پیدا کرده بود. در اون نامه الیزابت گفته بود که من از اینکه تحت کنترل خانواده‌ام باشم دیگه خسته شدم. دیگه میخوام برم، این خونه رو ترک کنم. دنبال من نگردین. اگه دنبالم بیاین من اتریش رو ترک میکنم و دیگه نمیتونیم پیدام کنین. یه جورایی دختر فراری بوده دیگه. یه جورایی دختر فراری بوده. و آقای جوزف هم با ناراحتی خیلی زیاد که این اتفاق افتاده نامه رو داد به آفیسری که اومده بود توی خونهشون برای تحقیقات. آفیسر نامه رو خوند، گفت که هیچ ایده‌ای نداری که دخترت کجاست؟ جوزف با ناراحتی گفت که چند وقت پیش منو تهدید کرده بود که میخواد بره به یه گروه مذهبی چی بشه؟ بکمک بهرام فهمید اون کلمه ملحق شدنه. آقای جوزف گفت که دختر من چند وقت پیش من رو تهدید کرده و گفته که میخواد به یک فرقه مذهبی ملحق بشه و من فکر میکنم که پیش اوناست. در حالی که آقای جوزف داشت دروغ میگفت، اون دقیقاً میدونست دخترش کجاست. دقیقاً جایی که آفیسر پلیس نشسته بود توی زیرزمین چند متر پایین‌تر دخترش رو حبس کرده بود. جوزف متولد سال 1935. علاوه بر این که خودش گذشته عجیب و غریبی داشته، خانواده‌اش هم گذشته عجیبی داشتن. به عنوان مثال پدر مادرش میره ازدواج میکنه با یه خانومی و این خانوم ظاهرا توانایی بچه دار شدن نداشته. پدر بزرگی میرفته با زنهای مختلف میخوابیده، حامله میشدن اون زنها، بچهشون که به دنیا میمده بچه رو میگرفته و میآورده میداده همسرش و بچه ها رو بزرگ کنن. بعد میاد پادشاه میفته که حرم سره داشتن. اصلا این دیگه والا معنیش چجوری، اینا همه رو که دارن هم نگه نمیشه. هر دفعه از یکی بچه دار میشده. جالبش اینه.
و مادر جوزف هم از دست از همین دست بچه ها بوده که مادرش کس دیگه بوده و همسر پدرش بزرگش میکنه. خلاصه میگذره با این خانم ازدواج میکنه. ازدواج میکنه، جوزف به دنیا میاد. جوزف تک فرزند بوده به خاطر اینکه زمانی که 4 سالش بوده پدرش میره جنگ جهانی دوم و کشته میشه اونجا، و زمانی که هم که 9 سالش بوده مادرش به اردوگاه‌های اجباری کار فرستاده میشه و به جوزف میگن که مادرت مرده و جوزف رو میفرستن به یتیم خونه تا بزرگ بشه. جوزف هر چقدر که بزرگتر میشد رفتارهاش عجیبتر میشد و خودش نمیفهمید که این چی داره تو وجودش رشد میکنه. خودش میگفت که من راه میافتادم توی خیابونا و به زنها نگاه میکردم توی پارکا، همینجوری پشت سرشون راه میرفتم، دستمو میکردم توی شلوارم و خود ارضایی میکردم، یا اینکه مثلا با دوچرخه راه میافتاد دنبال زنها تعقیبشون میکرد، آدرس خونه هاشون رو در می آورد، و یا اینکه یه چیز عجیب و غریب تر این که داشت، میرفت پشت پنجره خونه ها وای میستاد و به صدای رابطه جنسی که مردم با هم دیگه داشتن گوش میداد و نمیفهمید که اینا چیه. یاد دیگه هم که داشت که با دوچرخه بود، همیشه خدا با دوچرخه بود این آدم. اتفاقا توی یکی از همین دوچرخه سواری هاش که زنها رو دید میزد با همسرش روزماری آشنا شد. اون زمان جوزف 21 سالش بود و روزماری 17 سالش بود. از لحاظ شغل جوزف خوب بود، یه جورایی مهندس برق و الکترونیک بود، یعنی میتونست یه زندگی خیلی خوب رو از همون سنین کم بچرخونه. با روزماری که ازدواج کرد صاحب 7 فرزند شدن با هم دیگه. یکی از این بچه ها که میشه بچه 4مش الیزابت بود. شرترین بچه‌ای که داشت، سرکشترین بچه‌ای که داشت، که همیشه با جوزف یکی به دو میکرد، اصلا به حرف جوزف گوش نمیداد، یعنی به هیچ عنوان نمیتونست این دختر رو رام کنه، سر به زیرش کنه مثل بچه های دیگش. جوزف با این که ازدواج کرده بود 7 بچه داشت، ولی هنوز عادتهای قدیمیش رو ترک نکرده بود. هنوز سوار دوچرخه می شد، هنوز می افتاد دنبال زنا، حتی یه مدت برای شرکتی که کار می کرد فرستادنش قنا که بره اونجا یه مدت کار کنه. از اونجا هم که برگشت این عادتها رو ادامه می داد. در سال 1976 بود که زاخسی یک خانم پرستار رو چوب می زد، چکش میکرد که کی میره، کی میاد، شوهرش کی میره، شوهرش کی میاد، کی تنهاست، کی تنها نیست. و یه شب که میدونست شوهرش خونه نیست، این خانم پرستار 24 ساله حمله کرد خونه این خانم و این خانم تجاوز کرد و خب پلیس هم دستگیرش کرد. دستگیرش کردن و به 18 ماه زندان محکومش کردن و جوزف افتاد توی زندان. توی همین مدتی که توی زندان بود یه فکر به ذهنش رسید که میتونست زیرزمین خونش رو بازسازی کنه، میتونست یه جایی درست کنه که هیچ کس نتونه اونجا بره، میتونست برده جنسیش رو داشته باشه، هر کسی میتونست این برده جنسی باشه. جوزف بعد از این که 12 ماه زندان بود، 1 سال زندان بود، عفو خورد و اومد بیرون. از سال 1977 جوزف شروع میکنه به آزار و اذیت جنسی رسوندن به الیزابت دخترش، یعنی از 11 سالی شروع میکنه به اذیت کردنش و همه اینها دست به دست هم میده که زمانی که الیزابت 16 سالش بوده از خونه فرار میکنه، میره یه شهر دیگه‌ای، ولی خب چون زیر سن قانونی بوده پلیس پیداش میکنه و 2 دستی میارن میدنش به جوزف، میگن این خدمت شما. ولی الیزابت مدام تهدید میکرده، میگفته که من بالاخره این خونه رو ترک میکنم. ظاهرا رشته که الیزابت درس میخونده، آموزش رو درس که احتمالا نبوده، آموزش میدیده پیش خدمتی بوده برای اینکه بتونه یه گارسون موفق باشه. بعد از اینم که فرار میکنه دوباره برمیگرده، دوباره همین رشتهش رو ادامه میده و قصد داشته که زمانی که 18 ساله میشه
خونه رو برای همیشه ترک کنه، بره یه شهر دیگه و کار پیدا کنه. در همون سالها که الیزابت نقشه میکشه خونه رو ترک کنه برای همیشه، جوزف مشغول بازسازی زیرزمین بود. همسایه ها میگفتن که ما میدیدیم جوزف تون تون خاک میاره بیرون، ما نمیفهمیدیم این خاک رو داره چیکار میکنه. حفار استخدام کرده، داره میاد مثلا حفاری میکنه، شاید داره نفت استخراج میکنه، اصلا نمیدونستن که داره چیکار میکنه. و حتی شورای شهر، شورای همون محلشون، شورای شهر که نه، شورای محلشون بهش 2000 پوند کمک میکنن که زیرزمین خونش رو بازسازی کنه. اونا میخواستن نفت پیدا کنن. آره اونا میخواستن نفت پیدا کنن. و حتی بازرس هم میاد و زیرزمین رو چک میکنن ولی هیچ پیدا نمیکنن. به نظر میومد که جوزف داره طبق نقشه‌ای که همه چیز عادی بوده، همه چیز طبق نقشه داره پیش میره، یعنی هر چیزی که اون اداره گفته اون داره انجام میده. ولی منتها بازرس نمیدونست که توی اون زیرزمین پشت کمد ابزار یک در مخفی 500 کیلویی وجود داره که یک کد الکترونیکی میخواد که تو بتونی وارد اونجای مخفی بشی، اون اتاق مخفی بشی. در تمام این مدت جوزف اون اتاق رو بازسازی کرد، حدوداً یک محیط 55 متری درست کرد، دو تا اتاق خواب داشت، آشپزخونه داشت، سالن غذاخوری داشت، همونجا در آورد طبق عکسایی که هستش و یخچال برد گذاشت، فریزر برد گذاشت و هر چیزی که بتونه یک زندگی اونجا در جریان باشه رو درست کرده. هیچ کی هم نفهمیده، هیچ کی هم نگاه نکرده، مثلا ببین یخچال میاره، وسایل میاره. ببین زیرزمین خونه در ورودیش با خونهش یکیه. بعد جالبیش اینجاست که من داشتم میخوندم 100 تا مستاجر اونجا زندگی کردن در این مدتی که حالا این اتفاق افتاده و هیچ کس متوجه نشده که داره جوزف داره دقیقاً چی کار میکنه. ولی اینجور که میگی 100 نفر زندگی کردن، پس من جوزف خیلی آدمه زرنگی بوده که مثلا فوق‌العاده. یعنی شاید آدم خیلی بدیه، هیولا باشه، ولی فوق‌العاده آدم باهوشی بوده. هیچ کسی هیچی نتونسته بفهمه. در سال 1984 بود، الیزابت 18 ساله شده بود و داشت با یکی از خواهرش صحبت میکرد و میگفت که قصد داره در هفته‌های آینده خونه رو برای همیشه ترک کنه، بره یه شهر بزرگتر کار پیدا کنه. جوزف وقتی این حرفا رو شنید منقلب شد، حالش بد شد. شاید این حرفا خیلی زشت باشه که من دارم بهتون میگم، ولی از این که فکر میکرد الیزابت قراره با یک پسری باشه، با یک پسر دیگه باشه، با کس دیگه رابطه داشته باشه، عصبانیش میکرد، حالش رو بد میکرد. و همین هم باعث شد که اون چیزی که توی ذهنش بود رو عملی کنه. وقتی میخوای وارد زیرزمین بشی که برسی حالا به اون منطقه مخفی، 8 در رو باید رد کنی. یعنی تو ببین دیگه چجوری 8 در، یعنی خانه رستم دیگه، خانه رستم رفت این دیگه 8 خانه. این رد میکنه 8 در رو. این کجا رد میکنه؟ من چی دارم میگم؟ رد میکنه 8 در رو، میرسه به در 8 که رسید رمزو میزنه و داخل میشه. نه حالا اینجاشو گوش بدی. جوزف به الیزابت میگه که بیا و میخوام که در رو نصب کنم، احتیاج دارم به کمک. جوزف هم الیزابت هم فکر نمیکرده که اتفاقی افتاده باشیم که خب کمک لازم دیگه، بذار برم کمکش کنم. و با اینکه آزارهای جنسی ادامه داشته، با اینکه از جوزف میترسیده، ولی وارد زیرزمین میشه. وارد زیرزمین میشه، در اول رد میکنه، میگه خب دیگه رسیدیم به در دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی و در هشتم که میرسن قرار بوده که لولا رو جا بندازن. لولا رو که جا میندازن و قرار بوده که الیزابت بره، موقعی که برمیگرده جوزف دستمال کلروفرم رو میگیره جلوی دهنش و الیزابت رو بیهوش. بعد از اینکه جوزف الیزابت رو بیهوش کرد و انداختش توی زیرزمین، یک روز بعد خانواده به پلیس خبر دادن و گفتن که الیزابت گم شده
و از اونجایی که 18 سالش هم بود همه فکر میکردن که واقعا فرار کرده دیگه. یک ماه بعد هم یک نامه اومد که به خط الیزابت بود و همونطوری که اول داستان بهتون گفتم الیزابت گفته بود که من تحت حاکمیت خانوادم خسته شدم، فرار کردم و دیگه نمیخوام برگردم و پلیس هم ظاهراً این مسئله رو باور کرد. روزماری مادر الیزابت هم ظاهراً این حرف رو باور کرد. دست خط خودش هم بوده دیگه. آره. همه چی هم نرمال بود. و من پیش خودم این فکر خودمه، فکر میکنم شاید حتی روزماری از این مسئله خوشحالم شده، چون که در تمام این مدت اون از تجاوزهایی که به الیزابت میشده خبر داشته، یعنی میدونسته که شوهرش دخترش رو مورد آزار از جنسی قرار میده ولی دم نمیزده. آدم مطیع بوده، نمیدونم چجوری میشه این آدمها رو درک کرد، ولی آدم مطیع بوده و چیزی نمیگفته. و اما بریم سراغ الیزابت. الیزابت وقتی که به هوش میاد خودش رو توی یک اتاق تاریک میبینه. هیچ نوری وجود نداشته، هیچ پنجره‌ای وجود نداشته، در حالی که به تخت زنجیر شده بوده و نمیدونسته که الان اینجا چی کار میکنه، اصلا کجاست. نمیدونسته توی زیرزمین خونه ایه که توش بزرگ شده. و اون روز بعد جوزف میاد، یه قلاده سگ میبنده دور گردن الیزابت و اونو میبره دستشویی که بتونه بره دستشویی کنه و خودش رو تمیز بکنه. تا 9 ماه بعد این زنجیرها به بدن الیزابت بوده، فقط 0.5 متر میتونسته از تخت خوابی که داشته دور بشه. یعنی شما فکر کنید که 9 ماه به تخت زنجیر بوده. بعد از مدت زنجیر رو به کمرش میبنده و بعد از 9 ماه چون نمیتونسته راحت با الیزابت رابطه جنسی برقرار کنه، برای همین زنجیرها رو باز میکنه و حقیقتا الیزابت هم دیگه انگار مهار شده بوده دیگه. انگار مثلا دیگه عادت کرده بوده، رام شده بوده، شاید بتونیم بگیم اینجوری. در نوامبر 1986، یعنی تقریبا 2 سال میگذشت که الیزابت حبس شده بود و در هفته 10 بارداری بود که بچهش رو سقط کرد و بدون هیچ کمک پزشکی باید از پس این مسئله بر می اومد و از پدرش خواهش کرده بود که حداقل براش یه قیچی تمیز بیاره، یه مواد ضد عفونی کننده بیاره و یه کتاب در مورد زایمان بیاره، چون باید خودش به تنهایی از پس این مسائل بر می اومد. کسی که تجربه نداره با اون سن کمش دیگه بالاخره باید خودش چجوری چی میکرد اصلا. بعد کتابی هم که جوزف فرش آورده بود متعلق به سال 1960 بوده، یعنی به صورت کاملا ابتدایی باید زایمان میکرده. 4 سال از حبسش اونجا میگذشته که اولین دخترش کریستیان رو به دنیا میاره. خودش تنها، جوزف حتی به کمکش نیومده، یعنی حتی بگیم موقع زایمان کنارش بوده. و من یه چیزی که خیلی برام جالبه اینه که اون زیرزمین چجوری بوده که اون جیغایی که اون میکشته، بالاخره زایمان دیگه درد داره دیگه. آره دیگه، چقدر حتما عایقش کرده، چقدر کار کرده بوده که اصلا صدای این بچه بیرون نمیرفته. در اول فوریه سال 1990 هم دومین فرزند الیزابت به دنیا میاد که اسمش رو میذاره استفان و در سال 1993 سومین فرزندش الیسا متولد میشه. و شما فکر کنید تو این فضایی که نه پنجره داره، نه نور خورشید داره، نه هواکش آنچنانی داره، این بچه ها دارن به دنیا میان و فقط فضای اونجا 55 متره، یعنی فضای بزرگی هم نیست. و الیسا از همون زمانی که به دنیا میاد همش گریه میکرده، یعنی به هیچ عنوان نمیتونستن این بچه سوم رو نگه دارن، ساکتش کنن. برای همین الیزابت به جوزف میگه که این بچه مریضه و من اینجا نمیتونم نگهش دارم، تو بیا اینو ببر بالا و بده مامان بزرگش کنه. جوزف هم با بیمیلی قبول میکنه، بچه رو میذارن توی یه دونه سبد، یه نامه هم الیزابت مینویسه، نامه رو میذارن روی اونجا و
جوزف بچه رو میبره میذاره دم در و یکو به زنش میگه او یه بچه دم در خونه پیدا کردم. یه نامه از الیزابت داخلشه که نوشته اینو از یه نفر باردار شده و نمیتونه نگهش داره، امیدواره که بتونن ازش نگهداری کنن. و خب این بچه چون همراه خانواده جوزف بزرگ شده، یه سری عکس هم ازش هست که میتونین ببینین. یه چیز حدود 24 سال الیزابت توی این زندانی که پدرش براش ساخته بود زندگی کرد و شما فکر کنید توی زیرزمینی که نور وجود نداره، زمستونا به قدری سرد میشه که با هیچی نمیتونستن خودشون رو گرم کنن و تابستونها به قدری شلجی میشده که نمیتونستن نفس بکشن، بوی نم میومده، موش بوده. الیزابت میگه که من بعضی وقتا مجبور بودم موشای زنده رو با دستم بگیرم و بکشمشون به خاطر اینکه نمیتونستم بذارم توی زندگیم بچرخن و فضای خونه خیلی کوچیک بود، بچه ها داشتن بزرگ میشدن. یعنی شما فکر کنید بچه های به این سن و سال شروع میشه سرگرم کرد توی اون زیر زمین و اصلا جوزف برای اینکه اینها رو تنبیهشون بکنه بعضی وقتا اصلا هواکش رو قطع میکرده که اینا نتونن یعنی نفس بکشن. شاید اصلا براتون سوال پیش بیاد که خب چرا الیزابت فرار نکرد، چرا اجازه داد مثلا این کار رو انجام بده، یعنی پدرش این بلاها رو سرش بیاره. این اومده بود دری که درست کرده بود بهشون میگفت که اگر سعی کنین از این در فرار کنین، اول که من میفهمم میام سراغتون، دوم این که یه سم پخش میشه توی محیط اونجا و همه تون میمیرین و الان اینا نمیتونستن هیچ کاری انجام بدن، میترسیدن. بعد به جوزف میگن اوکی باشه نمیخوای ما رو ببری، بیا فضای خونه رو یه ذره بزرگ کن، ما اینجا داریم کم میاریم. جوزف میگه من نمیتونم کسی رو بیارم، اگه میتونین خودتون بزرگش کنین. و به مدت یک سال الیزابت به کمک دوتا بچه هاش یعنی استفان و کریستیان با دستاشون اون محیط رو میکندن که اتاق رو بزرگتر کنن، چون جوزف به اونا هیچ چیز تیزی نمیداده که مثلا بتونن باش بکنن، حداقل فکر میکنم خاطر ترس از جون خودش بوده. آره ترس از جون خودش و ترس از اینکه مثلا یه دیواری جایی رو بکنن بخوام فرار کنم. در سال 1994 چهارمین فرزند الیزابت به دنیا اومد و اسمش رو گذاشت مونیکا. مونیکا هم مثل فرزند قبلش الیسا از خوب نبود، همش گریه میکرد، مشخص بود که مریضه و نمیتونست نگهش داره. به جوزف میگه که بگیر این رو هم ببر بالا و بده به مامان تا بزرگش کنه و جوزف یه دونه ضبط صدا میاره، صدای الیزابت رو ضبط میکنه، بچه رو میده به میذاره دم در خونه که رزماری پیدا کنه همسرش و از یه تلفن عمومی زنگ میزنه به خونه و صدا رو پخش میکنه برای زنش که انگار این سری نامه نداده صداشه که این حرف رو باور کنه و در اون فکر همه جاش هم کرده بوده، همه جاش، یعنی اصلا برای که کاملا باورپذیرش کنه و پلیس به این مسئله شک نکنه این کار رو انجام میده. و خب رزماری هم بچه ها رو به فرزند خوندگی قبول میکنه. در سال 1996 الیزابت دوقلو باردار میشه و بچه ها رو به دنیا میاره، دو تا پسر به دنیا میاره، یعنی دوقلو هم تو اون زیرزمین زایده جونی داشته به خدا، واقعا بدون هیچ امکانات و چیزی قشنگ، یعنی دیگه کل فکر کنم جونش در رفته، یعنی همون موقعی خیلی وحشتناک است، فکرش هم ترسناکه. و یکی از بچه ها خیلی مریض احوال بوده، حالش بد بوده و الیزابت به جوزف میگه این احتیاج به پزشک داره، اینو با ببری دکتر، بذار ببریمش دکتر. ولی جوزف قبول نمیکنه و میگه که من میترسم داستان لو بره، نمیتونم اجازه بدم که تو ببریش و حتی خودم ببرمش. و خب یکی از قلها فوت میکنه، جوزف میاد جسد رو میگیره توی کوره میسوزونتش و دفنش میکنه. اون یکی دیگه از قله ها هم که اسمش رو گذاشته بودن الکساندر در سن 15 ماهگی میدنش دوباره به رزماری، دوباره میذارنش در خونه، دوباره رزماری پیدا میکنه و به فرزند خوندگی قبولش میکنه. شاید شما با خودتون بگین خب رزماری یعنی توی این مدت نفهمید که شوهرش کجاست، داره چیکار میکنه. رزماری فکر میکرد که شوهرش یه آدم خیلی سخت کوش و درست کاره و همش در حال کار کردنه، صبح ها میره توی زیرزمین، حتی بعضی وقتا شب ها هم توی زیرزمین میمونه و کار میکنه و
داره کار میکنه. برای همین زیاد نگران نبود و جوزف خب علاوه بر این که الان دیگه مهندس نبود، یه فروشنده بود چیزی میفروخت، علاوه بر اون که املاک زیادی داشت باید میرفت سرکشی میکرد. و شاید شما پیش خودتون فکر کنید خب که این الان سنش خیلی زیاده، اومد و افتاد مرد، تکلیف این بچه ها چی میشه؟ ترسناک هست، زشت هست، ولی جوزف به معنای واقعی عاشق الیزابت و بچه های پایینش بود، یعنی بچه های زیر زمین بود و خودش میگفت که من دوتا خانواده جدا دارم و برای هر دوشون رو ارزش قائلم و دوستشون دارم. اون یه برنامه ریخته بود که اگر 1% یک اتفاقی براش افتاد و مرد، یه آژیر خطری در یک زمان مشخصی شروع کنه به صدا کردن که بچه هایی که اونجا هستن و الیزابت نمیرن از گشنگی آره از گشنگی نمیرن. برای همین میگفت که بابا من اینا رو دوست داشتم، من حواسم بوده بهشون، من مراقبت میکردم ازشون. در سال 2002 هفتمین فرزند الیزابت و جوزف هم به دنیا اومد و اسمشو گذاشتن فلیکس. الیزابت از جوزف خواست که این رو هم ببره بالا، فلیکس رو هم ببرن بالا که رزماری بزرگش کنه، ولی جوزف قبول نکرد و گفت که ما پیریم و نمیتونیم این کار انجام بدیم، این رو باید خودت نگه داری. و خب الیزابت هم مجبور بود. الیزابت با این که در فشار بود، با این که شرایط زیر زمین خیلی وحشتناک بود، ولی امیدش رو از دست نداده بود. در تمام این مدت به بچه هاش خوندن نوشتن یاد داد. جوزف نرمتر شده بود، یعنی اومد براشون حتی تلویزیون آورد، داشت کم کم رام میکرد پدرم شاید. آره شاید خودش هم نرم خوتر شده بود، یعنی دیگه الان الیزابت رو به عنوان دخترش نمیدونست، به عنوان همسرش قبول کرده بود و براشون تلویزیون آورد که حداقل بچه ها تلویزیون ببینن و سرشون گرم باشه. یه چند بار براشون برف آورد که بچه ها برف رو ببینن، یه دونه قناری آورد، یه دونه ماهی آورد که اینا کاره عجیب غریبی انجام میده. اصلا تا خب آزادشون کن برن، چرا اصلا این کارا رو انجام میدی؟ ولی من فکر میکنم که میترسید از اینکه آزادشون کنه. میترسید بیشتر از حرف مردم و اینکه مثلا رسانه ها حالا پخش بشه مثلا چه حرفایی در موردش بزنن. نمیخواست از دست بده خانواده ممنوعشو. به هر جهت نرم خوتر شده بود، ولی خب دیگه همش برای رابطه جنسی پایین نمی اومد. گفته شده جوزف در 5 سال اول حتی یک کلمه با الیزابت حرف نمی زده، یعنی شما فکر کن حتی یک کلمه حرف نمی زده، فقط می مده کارشو می کرده و می رفته. ولی الان دیگه مثلا می اومد حرف می زد با الیزابت، از این می گفت، از خواهراش می گفت، عکسای بچه های بالا رو می آورد و نشون می داد، وقت می گذروند باشون. در 19 آپریل 2008 تقریبا 24 سال از زندانی شدن الیزابت میگذشت که کریستیان که الان حدود 19 سالش بود قش کرد، یکو بیهوش شد. هر کارش میکردن به هوش نمیومد و جوزف اومد پایین و الیزابت بهش التماس کرد، گفت که اون بچه یه قلمون که فوت کرد بچه بود، ولی این بزرگ 19 سالش داره میمیره، من نمیتونم درمانش کنم، اینجا کاری از من بر نمیاد. و برای اولین بار جوزف قبول کرد که کریستیان رو به بیمارستان ببره و درمانش کنه. کریستیان رو آورد بالا، زنگ زد به آمبولانس و ادعا کرد که این نوشه و دخترش براش یه نامه گذاشته و گفته که وضعیتش خیلی خرابه، اینو به بیمارستان برسونن. ولی پزشکا مشکوک شده بودن چون که بهداشت دهان و دندان درست حسابی نداشت، رنگ صورتش متفاوت بود، به نظر میومد این دختر اصلا آفتاب ندیده، ویتامین دیش کم بود، مشکلای زیادی داشت، اصلا بیماری کلیوی داشت. و علاوه بر این که بلا فاصله که وارد بیمارستان شد رفت داخل کما و به جوزف میگفتن اطلاعات پزشکیشو بده ما ببینیم گذشته این چجوری بوده، وگرنه نمیتونیم نجاتش بدیم. اگه که مثلا هر جای زندگی میکرده یه اطلاعات پزشکی یه چیز داشته، دقیقا همین بوده. و جوزف میگفت که من نمیدونم، این نوامه من خبر ندارم، اصلا نمیدونم چی به چیه. و پلیس مشکوک شد،
دیگه واقعا مشکوک شده بودن. میگفتن که ما باید یه بار دیگه نامه ها رو بخونیم. نامه ها رو خوندن، متخصصا گفتن این نامه ها انگار تحت اجبار نوشته شده. خب الان اون زمان سال 1984 بوده که الیزابت کمشه، الان سال 2008 دیگه پیشرفت کردن، اطلاعات کسب کردن و میگفتن این نامه ها تحت اجبار نوشته شده. اومدن یه کنفرانس گذاشتن، توی اون کنفرانس به الیزابت گفتن که برگرد هر جا هستی بیا، چون دخترت داره میمیره و اگه تو نیای اطلاعات پزشکیشو به ما ندی ما نمیتونیم درمانش کنیم. من فکر میکنم نظر شخصی منه که این یه بازی بوده، یه بازی بود که مثلا اینو مثلا بکشوننش اینجا. و الیزابت با دوتا پسراش، یعنی فیلیکس و استفان، این کنفرانس رو میبینن توی تلویزیون و به جوزف التماس میکنن، میگن که بذار بریم، کریستیان داره میمیره. و جوزف الان دیگه حدودا 73 سالشه، نمیتونه دوتا خانواده رو با هم اداره کنه، قلبش دیگه خیلی مریضه و حدس میزنه که دیگه آخراشه. هیچ کس نمیدونه چرا، ولی اون شب جوزف در سلول دخترش رو بعد 24 سال باز میکنه و الیزابت بلافاصله خودش رو به بیمارستان میرسونه. اونجا که میره بلافاصله بازداشتش میکنن، اون هم نه به جرم اینکه گم و گور بوده، به جرم اینکه در نگهداری از دخترش غفلت کرده، برای همین دستگیرش میکنن. الیزابت گفت که شما نمیدونین چه اتفاقی برای من افتاده، شما من قول میدین که من دیگه پیش پدرم برنگردم و دیگه پدرم رو نبینم؟ و خب پلیس ها و کارگاهی اونجا گفتن صد البته تو اگه نخوای پدر نمیتونه تو رو داشته باشه. اونجا الیزابت گفت که من 24 سال پیش توسط پدرم دزدیده شدم، در زیر زمین خونه حبس شدم، پدرم از 11 سالگی به من تجاوز کرده، موقعی که در زیر زمین بودم منو مجبور میکرده فیلم های پورن باهاش ببینم و صحنه های خشونت‌آمیز جنسی رو باهاش بازسازی کنم. چیزی که تخمین زدن یه چیزی حدود 3000 دفعه جوزف به دخترش تجاوز کرده در مدت این 24 سال و همچنین هر 7 بچه الیزابت از جوزف هستن. طبیعتاً که همون شب جوزف رو دستگیر میکنم. پس از دستگیری جوزف پلیس رفت و تا پسر دیگه که توی اونجا زندانی بودن رو آزاد کرد و روزماری مادر الیزابت تا فهمید این اتفاق افتاده همه چیز رو ول کرد و فرار کرد. به نظر من خیلی مشکوک بوده، چرا فرار کرده، یه کاری نکرده بوده. من نفهم که آدم ترسوی بوده دیگه. به هر جهت همسایه هایی که اونجا بودن ادعا میکردن که ما یه بعضی وقتا صدای تق تق میشنیدیم از لوله ها، ولی جوزف همون میگفته که لوله کشی ها خرابه و از زیر زمین صدا میاد و من نمیدونم چرا اینجوریه. چیز خاصی نیستش و هیچ وقت فکر نمی کردیم که چند تا آدم اونجا زندگی کنن، 3 نفر آدم اونجا زندگی کنن و تازه این آخری ها 4 تا هم شده بودن، بچه جدیدش که به دنیا اومده بود. و خب دادگاهیش کردن، جوزف رو دادگاهی کردن. اولین درخواستی که الیزابت از پلیس کرد این بود که میخواد بره کنسرت رابی ویلیامز و خب رفت. و خب اتفاقات دیگه هم توی زیرزمین افتاده بود، اینا یه مدتی نفس آزاد که نمیتونستن توی محیط بکشن، توی اون زیرزمین بودن و اصلا آوردنشون بیرون از اون زیرزمین و اینکه تطابقشون بدن به اجتماع خیلی کار سخت بوده و اصلا سقف توی زیرزمین که اینا زندگی میکردن حدود 168 بوده و استفان پسر بزرگ الیزابت قدش 173 بوده و این تمام مدت که اونجا بوده بوز میکرده. بعد تو اون رطوبت و اون هوایی که اونجا هم داشته مطمئنا یعنی مشکل استخون خیلی شدید، خیلی وحشه. اصلا مشکل استخون که هیچی بمونه، مشکل روحی روانی هم داشتن. از یه طرف دیگه بچه های بالا هم هستن دیگه، اونا تمام مدت فکر میکردن که جوزف پدر بزرگشونه، مادرشون ولشون کرده و الان متوجه شدن که بابا جوزف پدرشونه، هم پدر بزرگشونه. و خب اینا باید تحت درمان قرار میگرفتن و اینکه از اجتماع باید دور میبودن. و خدایی هم یه چیزی که من خیلی خوشم اومد با اینکه الان چند ساله داره میگذره ولی یه دونه عکس از اینا در نیومد. خب دیگه باید ازشون محافظت بشه که رسانه و آسیب بهشون نزنه، همین چون بعضی از رسانه ها واقعا آسیب میزنن به این مسئله.
در دادگاه اولی که برگزار شد، جوزف گفت که من الیزابت رو با میل خودش توی زیر زمین نگه داشتم، من تجاوز نکردم، الیزابت منو میخواسته، منم الیزابت رو میخواستم. و وکیلش هم میگفت جوزف خیلی آدم خوبیه، الیزابت خیلی بچه سرکشی بوده، همش با مشروب و وید و نمیدونم دوست پسر داشته و جوزف میخواسته کنترلش کنه و حتی موقعی که توی زیر زمین بوده براشون درخت کریسمس برده گذاشته، آکواریوم داشتن. جوزف خودش نمیتونسته کنترل کنه، میخواسته دخترش کنترل کنه. آره. بعد اینا همه بماند، ولی روز دوم دادگاه جوزف هیچی نگفت، تمام اشتباهاتش رو پذیرفت. بعد که در اومد که چرا جوزف یهو عوض شد، گفته شده بود که الیزابت روز دوم دادگاه در دادگاه حضور پیدا کرد ولی با لباس مبدل تو قسمت تماشاچی‌ها نشسته بود و گوش میکرد. و حتی گفتن موقعی که داشتن اعترافات و اتفاقاتی که افتاده رو از زبون الیزابت پخش میکردن ضبط کرده بودن قبلا و اینها رو برای هیئت منصفه نشون میدادن، یعنی حتی هیئت منصفه هم چهره الیزابت رو ندیدن. در دادگاه گفته شده که جوزف هر وقت که میخواسته الیزابت و بچه هاش رو تنبیه کنه، چند روز برق اونجا رو قطع میکرده و همه در تاریکی مطلق بودن، یعنی علنا هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن، اینجوری رامشون میکرده. و دادگاه متهم کرد جوزف رو به قتل یکی از دوقلوها و گفت که تو اگر این بچه رو میرسوندی به بیمارستان این بچه فوت نمیکرد. و جوزف میگفت که من میدونستم کارایی که دارم با دخترم میکنم کار اشتباهیه ولی نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. من هیچ وقتی که با دخترم رابطه جنسی داشتم از وسایل پیشگیری استفاده نمیکردم چون دلم میخواسته که از الیزابت بچه داشته باشم، من زندگی دوم توی زیرزمین رو دوست داشتم. بعد بهش گفتن که خب تو چجوری تو زندگی رو با هم هندل کردی هیچکی نفهمیده؟ گفته وقتی که من در زیر زمین رو قفل میکردم میومدم بالا، انگار در ذهنم رو قفل میکردم و هیچ کس نمیتونست بفهمه و هیچ وقت من تو حرفام نمیگفتم، یعنی حتی یک بار تعریف میکرد میگفت که همه جمع بودن داشتن کباب باربیکیو درست میکردن روی توی خونه و پایین الیزابت داشت زایمان میکرد، یعنی الان باید صدا رو کامل میفهمیدن ولی هیچکی نفهمیده. چانسی داشته بعد واقعا هم این که میگن مثلا فاصله بین مثلا نبوغ و دیوونگی مثلا خیلی نزدیکه، خط باریکی اصلا، یعنی هیچی نداری، خط باریکه. جوزف میگفت من یه مرد خوب و با نجابتم، نه یه حیولایی که رسانه ها منو معرفی کردن، من کار بدی نکردم، من با الیزابت ازدواج کردم اونجا، من ازش بچه دار شدم، ما با هم مثل یک خانواده غذا میخوردیم، مثل یک خانواده حرف میزدیم، مثل یک خانواده تلویزیون میدیدیم و هیچ وقت الیزابت از اوضاع شکایت نمیکرده و من فکر میکردم که منو دوست داره. از این طرف دیگه الیزابت هر چقدر که بزرگتر میشد، کشش رابطه جنسی، کشش جنسی که من به الیزابت داشتم خیلی زیادتر میشد و به حدی رسیده بود که من دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. همونجوری که فکر میکردیم جوزف به حبس ابد محکوم شد. خب صد درصد توی اونجا میمیره دیگه و الان در حال حاضر گفتن که آلزایمر خیلی شدید داره و هیچی تشخیص نمیده، هیچی یادش نیست. خونه ای هم که الیزابت توش زندانی بود در سال 2016 100,000 یورو دادن و زیرزمین رو کامل پر کردن. دولت بطن... این کار کرد. آره، دولت کامل اون زیرزمین رو با بتون پر کردش و دست... بعدم فروختن خونه رو. خونه رو به قیمت خیلی پایینی هم فروختنش و الیزابت و بچه ها 6 تا بچهش با هم زندگی میکنن. در ابتدا توی همون شهری که بودن زندگی میکردن، محافظ داشتن، توی خونهشون هیچ دری وجود نداره ولی ظاهرا یک بار یک خبرنگاری که میخواسته ازشون عکاسی کنه حمله میکنه به خونهشون و از اون روز به بعد میبرنشون اصلا توی یه شهر دیگه ای، توی یه قلعه از این قلعه های قدیمی که هست اونجا دارن زندگی میکنن و گفتن که الیزابت و دخترش کریستن عاشق خرید کردن و حموم کردنن و یه سر با هم خرید میکنن. و یه چیزی که من خیلی بابتش سوخت کردم این بود که
الیزابت با یکی از محافظایی که داشتن وارد رابطه عاشقانه شدن و از سال 2019 دارن با هم زندگی میکنن و پسر زارن یه 23-24 سالی از الیزابت کوچیک‌تره، ولی میگن که با هم رابطه خوبی دارن، دارن با هم زندگی میکنن. بعد آخر عمرشون فکر میکنم که دیگه هزینه هاشون همه چشون به دولت و همش میتونن دیگه کلا زندگی راحت داشته باشن بعد از اون همه سختی. یعنی تا الان حاضر 24 سال توی 4 بعد دولت خرجتو بده. قصه تلخی بود واقعا، فکرش آدمو میترسونه که خواسته باشی این همه مدت یه جا حبس باشی. حالا یه فیلمی من دیدم که الان اسمش یادم نیست ولی براتون توی اینستاگرام میذارم. خوش ساخت نیست، فیلم خوش ساختی نیست، بازیگرای مشهوری توش نیست، ولی اون حقیقتی که اتفاق افتاده رو میتونید حس کنید. یعنی من که واقعا بس جاش گریم گرفت. حالا هرچی، قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم باتون بهتون بگم که الیزابت و مادرش خیلی کم با هم در ارتباطن ولی با هم صحبت کردن، هفته یک بار همدیگر رو میبینن و ظاهرا الیزابت میگه من مادرم رو بخشیدم به خاطر کاری که کرده، چون میگه که من خبر نداشتم از این مسئله. با این حال امیدوارم که، نمیتونم بگم واقعا امیدوارم، از پرونده خوشتون اومده باشه. تا به ویدیو بعدی، خدافظ. خدا نگهدار.